با مجموعه خبری ساعت ده با من یماس چاوش خوش آمدید. سرخط خبرها. افغانستان بر راهی که برای چهارمین بار رفت، چهارمین نشست سران افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن برگزار شد. اژدهای هزار سر طالبان و معمای صلح افغانستان، معتصم آقا جان میگوید وی به نمایندگی از ملا عمر گفتگوهای طالبان با دولت افغانستان را پیش خواهد برد. طالبان آماده آتش بس است. ما جنگ را دوست نداریم. همه به شمول ما در این جنگ بهای سنگین می‌پردازند. سربازان استرالیایی و بستن کولبار رفتن به خانه. نخست وزیر استرالیا میگوید ماموریت جنگی استرالیا در افغانستان پایان یافته و سربازان این کشور تا دو ماه دیگر به خانه برمیگردند. از کارنامه های سربازان من در افغانستان ستایش میکنیم. ما از کسانی که در این جنگ قربانی دادند غمگین شده ایم. و پایان گفتگوهای هسته‌ای آژانس جهانی و نیروی هسته‌ای ایران. دو طرف میگویند فصل تازه از همکاری ها باز شده است. سلام و شب شما بخیر. چهارمین نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن ساعتی پیش پایان یافت. این نشست به هدف اعتمادسازی میان افغانستان و پاکستان برگزار گردیده و قرار است سه طرف اعلامیه مشترک منتشر کنند. حکومت افغانستان میگوید که رئیس جمهور کرزی در این نشست از پاکستان خواهد خواست تا زمینه گفتگوهای صلح را میان طالبان و شورای عالی صلح فراهم سازد. عمر صمد دیپلمات پیشین از واشنگتن دی سی با ماست. آقای صمد، چه انتظاری میره از این نشست که ساعت پیش برگزار گردید؟ خب اولتر باید ببینیم که اعلامیه مشترک سه جانبه چی میگویه و امیدوار هستیم که کدام روزنه امید باز شده باشه، ولی بعید به نظر میرسه که در ماهای آخر حکومت آقای کرزی و بدون از این که نظامیان پاکستانی و یا حتی نماینده آیسای در این دیدار به حضور داشته باشه، بلخصوص جنرال کیانی، که آقای نواز شریف کدام رای حل نوی را برای افغانستان و برای حل منازعه افغانستان پیشکش کنه. ولی خب یک دیدار است، قسمی که شما فرمودین موضوع اعتمادسازی است، آنقدر به اعتباری و به اعتمادی زیاد است بین افغانستان و پاکستان که من فکر نکنم که این به اعتمادی تقریبا 30 ساله و یا بیشتر از او در این دیدار لندن کاملا رخ شود. بله، اساسا گفتگو با پاکستان فکر میکنین با توجه به تجربه سالهای گذشته چقدر میتونه راه به جایی ببره؟ خب تا زمانی که ما و جامعه بین‌المللی شاهد یک تغییر کلی در سیاست و استراتژی پاکستان نباشیم که او هم یک تغییر باشه که ما بتانیم که عواقب از او رو لمس کنیم و به این معنی باشه که از استفاده از ابزار تروریستی و دهشت افکنی دست بکشن و از اموال که استفاده کردن تا به حال اونا دست بشوین. ما تا اونم تغییر در وضع امنیتی منطقه مشاهده نخواهد کردیم، ولی امیدواری در این است که خود وضع داخلی پاکستان بلخصوص وضع نابسامان اقتصادی و اجتماعی و امنیتی و کشور باعث شود که زمامدارای پاکستان در دیدگاه خود در برابر افغانستان و در مجموع در برابر منازعات منطقوی تغییر نظر بدهند و یک راه مفاهمه را برای مصالحه را باز کنند تا ما بتانیم که در یک فضای بهتر با همدیگر به نتایج دلخواه برسیم. میمانه نقش بریتانیا. بریتانیا با توجه به روابطی که با پاکستان داره، فکر میکنین ظرف سالهای گذشته چرا نتونسته از این فشار استفاده بکنه بر ضد پاکستان تا اینکه قناعت بده پاکستان را که متوقف بکنه این مداخلات را؟ سوال خوبی است. دو سه دلیل وجود داره. یکی این که همین لابی و گروه های حامی سیاست پاکستان در خود بریتانیا قوی هستند. این هم یک دیرینه تاریخی داره و پیشینه البته سیاسی داره تا حدی. لحاظا بریتانیا تا یک حد میتونه که فشار وارد بکنه. در عین زمان خود بریتانیا از طریق بلخصوص دستگاه استخبارات خود در سالهای اخیر
در قسمت موضوع افغانستان و بالخصوص نزدیک ساختن پاکستان و افغانستان در ارتباط با قضیه طالبا و صلح و اینا بسیار فعال بوده و اونا یک سرمایه گذاری خاص را انجام دادن و فکر میکنن که اگر نتیجه داد این به نفعشون تمام میشه، ولی تا به حال چون نتیجه نداده نه به نفع از اونا تمام شده و نه به نفع افغانستان و منطقه. بله، حالا فکر میکنین با تغییراتی که در پاکستان وارد شده از زمان سومین نشست تا حالا میتونه چه نقش داشته باشه در این گفتگوها با رفتن آقای زرداری و آمدن آقای نواز شریف و این تیمی که عوض شده در پاکستان؟ ببینید، ما آقای نواز شریف چند روز پیش در واشنگتن اینجا آمریکایی‌ها میماندارش بودن، انتظار از این داشتیم که علائم دیده شوه یا شنیده شوه یا گفتاری از او شنیده شوه که گویا تغییر در ذهنیت و پالیسی پاکستان رونما شده، ولی کسانی که تحلیلگر هستند و موضوعات تعقیب میکنند به شمول ما افغانها شاهد اینطور یک تحولی نبودیم. لحاظا ما میتونیم اینطور نتیجه گیری کنیم که تا حال به او اندازه‌ای که لازم است تغییر در دیدگاه نامده و این امکان داره که یک تغییر و تفاوت دیدگاه در خود پاکستان هم باشه بین کسانی که در بین نظامی های پاکستان موضوع افغانستان در دست دارن و کسانی که در دستگاه ملکی میخواین که تغییر وارد شود. دیده شود که با کنارگیری جنرال کیانی آیا در پاکستان ما شاهد تغییر خود بودیم یا نی، و ای را ما تا چند ماه دیگه امکان داره باز هم یک فرصت باشه برای افغانستان و در که ببینن که در پاکستان چی میشه. کوتاه اگر بفرمایین که آیا این نشست هم خلاصه نخواهد شد برای جست گرفتن در برابر دوربین ها؟ خب تا چند لحظه دیگه حتما همه ما شما از متن از اعلامیه مشترکشون استفاده خواهید کرد. حالا هر چی در اون اعلامیه بیایه مانند سه نشست گذشته چندان در زمینه عمل دشوار است که انتظار داشت عملی شود. بله، انتظار همی است که کدام موضوع جالب و یا تازه و یا گریگوش ها از ای خلال این نشست لندن به دست نبیره. سپاسگزارم. عمر صمد دیپلمات پیشین از واشنگتن دی سی. ممنون از شما. ملا معتصم آقاجان رئیس کمیته سیاسی طالبان میگوید که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به زودی آغاز خواهد شد. معتصم آقاجان میگوید که وی میتواند به نمایندگی از ملا عمر رهبر طالبان این گفتگوها را پیش ببرد. شورای عالی صلح از این گفتگوها استقبال میکند و آن را چراغ سبزی برای آغاز گفتگوهای رسمی میخواند. رئیس کمیته سیاسی گروه طالبان از آمادگی های این گروه برای آغاز گفتگوهای صلح سخن میزند و میگوید که گفتگوها برای برقراری صلح در افغانستان به زودی میان حکومت افغانستان و این گروه آغاز خواهد شد. این مقام بلندپایه طالبان میگوید که وی به نمایندگی از ملا عمر در این گفتگوها شرکت خواهد کرد. معتصم آقاجان در پاسخ این پرسش که چرا طالبان آتش بس را نمیپذیرند چنین میگوید: برای آتش بس این خوب است تا شرایط به آن فراهم شود. طالبان آماده آتش بس است. ما جنگ را دوست نداریم. همه به شمول ما در این جنگ بهای سنگینی میپردازند. معتصم آقاجان درباره سرنوشت افغانستان پس از بیرون شدن تمامی نیروهای خارجی ابراز نگرانی میکند و میگوید که افغانان نمیخوان تا به روزهای گذشته و سیاه برگردند. ما بسیار نگرانی داریم، پس تاریخ نباید دوباره تکرار شود و افغانستان به روزهای سیاه برگردد، چیزی که پس از سرنگونی حکومت دکتر نجیب الله داد. اما گروه ها در بین خودشان درگیر جنگ شدند و افغانستان ویران شد. در همین حال شورای عالی صلح این گفته ها را چراغ سبز برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح می داند و از آن استقبال می کند. طالبان دغه آمادگی و خیده از موږ لپاره یو ښه خبر ده. بل په دې کې په عین حال کې دا ډیره ښه خبره ده چې دی د خپل طرف نه خبره نه کوي، یوازې وایي چې زه د ملا عمر په نمایندګۍ دا خبره کوم. هغه طالبانو مشر دی، دا وایي امیر دی چې طالبانو په نمایندګۍ دا خبره کوي. دا لا زیاته د خوشحالۍ خبره ده او د اطمینان خبره ده موږ لپاره. موږ د دې ارکلی کوو، خیر مقدم کوو.
معتصم آقا جان در رژیم طالبان وزیر مالیه بود. نام وی در حدود 2 سال پیش در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا جا گرفت. اما همه چیز به یک بارگی تغییر کرد. این مقام گروه طالبان پس از آن که زخم برداشت و برای درمان به ترکیه رفت، تلاش ها را برای گفتگوهای صلح میان کابل و گروه طالبان آغاز کرد و اکنون بر آغاز این گفتگوها خوشبین است. بزرگترین مشکل افغانستان و پاکستان مسئله خط دیورند و آب است که تا اکنون این دو کشور در این باره به تفاهم نرسیدند. محمد نادر نعیم نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در گفتگوی ویژه با تولونیوز میگوید که بدون داشتن روابط نیک با پاکستان افغانستان هیچگاه فضای آرام نخواهد یافت. سردار محمد نادر نعیم نامزد احتمالی ریاست جمهوری در یک گفتگوی ویژه با تولونیوز بهبود در روابط میان کابل و اسلام آباد را زمانگیر می‌داند، اما تأکید می‌ورزد که راه‌های حل برای از میان برداشتن مشکلات میان این دو کشور وجود دارند. بزرگترین امکان دارد که مسئله خط دیورند باشد، مسائل آب باشد که تا هنوز هم ما با مفاهمه قناعت بخش با اونا نرسیدیم و ما به این باور هستم که بعد از مدت پاکستان میخواهد که روابط خوب با افغانستان داشته باشه و مشکلات مهاجرین ما باید است با اونا حل و فصل کنیم. ما باید زمینه فراهم کنیم که چی رقم ما میتونیم که همین باره از شانه از اونا سبک کنیم. به باور این نامزد احتمالی ریاست جمهوری، مبارزه با فساد اداری هم در کشور باید جدی گرفته شود. اگر او از بالا صاف نشه، ما هیچ وقت توقع نداشته باشیم که با کلیات ما میتونیم که فساد اداری از بین ببریم. درسته، این تفکر شمایی است که در سطوح بالا هرچی فساد است که شفافیت باشه، باید کسانی باشن که واقعا دلسوز هستن به این ملت و صداقت مندانه باید اونا کار کنن. وی امضای توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا را یک نیاز جدی برای افغانستان می داند و اطمینان دارد که این توافقنامه را مردم افغانستان خواهند پذیرفت و در این توافقنامه باید منافع ملی در نظر گرفته شود. سربازان استرالیایی تا 2 ماه آینده از افغانستان بیرون خواهند شد. نخست وزیر استرالیا دیروز در یک سفر از پیش اعلام ناشده به افغانستان از پایگاه نظامیان این کشور در اروزگان دیدار کرد. نخست وزیر استرالیا میگوید که مأموریت جنگی استرالیا در افغانستان پایان یافته است و تا 2 ماه دیگر بیش از 1000 نظامی استرالیایی به خانه برخواهند گشت. شماری از نمایندگان ولایت اروزگان در مجلس از بیرون شدن سربازان استرالیایی از این ولایت ابراز نگرانی میکنند. نخست وزیر استرالیا در یک سفر نامنتظر به افغانستان آمد و در انگام دیدار از سربازانش در ولایت اروزگان میگوید که هدف بزرگ ماموریت جنگی استرالیا در افغانستان این بوده تا این کشور باری دیگر به پناهگاه امن القاعده و ایراس افغانان مبدل نشود. وی می افزاید که با پایان ماموریت جنگ استرالیا کشورش کمکایش را به افغانستان ادامه خواهد داد. از کارنامه های سربازان من در افغانستان ستایش میکنیم. ما از کسانی که در این جنگ قربانی دادند غمگین شده ایم، اما به موفقیتشان افتخار میکنیم. از سوی هم نمایندگان اروزگان در مجلس نمایندگان از بیرون شدن نیروهای استرالیایی از این ولایت نگران هستند. واقعا در عموم وقتی که نیروهای بین المللی میبرای بسیار زیاد مشکل و چالش های خود ما داریم، بخصوص در ولایت اروزگان وقتی که استرالیا هست و بسیار زیاد در اونجا کمک جدی برای مردم ما کردن و از نگاه امنیتی و بسیار کمک قوی میکنه. وقتی که نامه برایم طبیعتا واقعا بسیار زیاد نگران جدی از برآمدن از استرالیا 1550 سرباز در افغانستان دارد و بسیاری از آنان در ولایت اروزگان جا به جا هستند. طالبان به مقدسات و سنت های مردم پابند نیستند و همواره مردم بیگناه را آماج قرار می دهند. شماره از سناتوران با ابراز این مطلب می گویند که حکومت باید موقفش را در برابر این گروه تغییر دهد. این سناتوران با انتقاد از عملیات های نظامی نیروهای امنیتی می گویند که برای نابودسازی طالبان باید عملیات های گسترده تری را اندازی شود.
شماری از سناتوران کشته شدن غیر نظامیان را در کشور به ویژه در رویداد غزنی که در آن 18 غیر نظامی کشته شدند سخت نکوهش میکنند و میگویند که طالبان به مقدسات و سنت های مردم پابند نیستند. افغانستان دشمنان زمر پر ټول اناناتو او مقدسات باندې حمله کوي. زمر پر ټول اناناتو او مقدسات باندې حمله کوي. تاسو ولیدول چې د لوګر والی صاحب د قران شریف ذریعہ شهید کی. مشکل په افغانستان په حکومت کې د افغانستان حکومت باید خپل دریز نور بدل کړي. کوم سیاست چې دی په کار باندې اچولې ده نور باید په دې کې دی تغیرات راولي. در همین حال شمار دیگری از سناتوران از راه اندازی عملیات های نیروهای امنیتی انتقاد می کنند. این حادثات تنها در غزنی نیست و به این ختم نمی شود و پلانهایی را که سکتورهای امنیتی فعلا روی دست دارند در قسمت عملیات ها خیلی پلانهای ناکام است. مصارف خیلی انگفت را در عملیات ها اینها پیش می برند ولی از او عملیات ها کدام نتیجه به دست نمی آید. این سناتوران از حکومت می خواهند تا در برابر طالبان موضع گیری سخت داشته باشد و نگذارد تا پس از این گروه به جنایت ها و کشتن غیر نظامیان در کشور ادامه دهند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی از هند و پاکستان درباره بازرسی مسافران افغان در دروازه ورودی هواپیما در فرودگاه کابل خواستار توضیحات شده است. وزیر ترانسپورت و هوانوردی میگوید که شرکت های ایر ایندیا و پی آی پاکستان مسافرانی را که در ترمینال فرودگاه کابل بازرسی می شوند در دروازه ورودی هواپیما دوباره بازرسی می کند. و میگوید که ترمینال فرودگاه کابل با تمامی ابزارهای امنیتی مجهز است و نیازی به بازرسی دوباره مسافران از سوی این شرکت ها نیست. وزیر ترانسپورت و هوانوردی میگوید مسئله بازرسی دوباره بدنی مسافرانی را که با هواپیماهای شرکت‌های ایر ایندیا و پی‌آی سفر می‌کنند به گونه جدی پیگیری خواهد کرد. هم به پی‌آی و هم به ایر ایندیا بردوش بند. همزمان ما ایر مطرح کردیم که دیگه شما این تلاشی را نکنید و ضرور نیست که دیگه شما مسافر آزار و اذیت کنید. وقتی که از تلاشی ما تیر شد کافیست دیگه، چنانچه که تیاره ای که ما از دیلی میای ما متکا و متلاش شما میکنم، از اسلام آباد میای با متکا و متلاش کشور میکنم، کشوری که اونجا پرواز صورت میگیره دیگه ضرورت نیست. گرچه اونها اگه استدلال میکنه که در قرارداد هوایی که بین دو کشور امضا شده ای اجازه را داده با ما، توجه کردیم. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان خواهان اقدام جدی وزارت های ترانسپورت و امور خارجه برای حل این مشکل هستند. توقع و تقاضا ما وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان است که عین برخورد یک با مسافرین افغانی ترانسپورت هوایی پی‌آی میکنه و ایر ایندیا میکنه، عیناً با اونا در اول صحبت شده و در قدم دوم برخورد متقابل صورت بگیره و از وزارت خارجه افغانستان هم تقاضا داریم که این موضوع را رفع بکنه. در غیر از او عین برخورد باید برخورد متقابل اینا هم تنظیم بکنه. وزیر ترانسپورت و هوانوردی میگوید که از هند و پاکستان خواسته است که اگر مسئله بازرسی دوباره بدنی مسافران در پیمان هوایی میان دو کشور آمده است باید این پیمان بازنگری شود. تا لحظات دیگر، مثبت خواندن گفتگوهای هسته‌ای ایران با آژانس جهانی نیروهای هسته‌ای. باز هم خوش آمدید. آژانس جهانی نیروی هسته‌ای گفتگوهای هسته‌ای با ایران را مثبت و سازنده می‌خواند. معاون دبیرکل آژانس جهانی نیروی هسته‌ای و نماینده ایران در این آژانس می‌گویند که این گفتگوهای دو روزه فصل تازه‌ای از همکاری‌های دو جانبه را میان دو طرف باز کرده است. آژانس جهانی نیروی هسته‌ای و ایران هفته روان بر روی چگونگی بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفتگو کردند. معاون دبیر کل آژانس جهانی نیروی هسته‌ای میگوید این گفتگوها که به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در وین پایتخت اتریش انجام شد مفید و سازنده بودند. من باور دارم که ارائه پیشنهادهای تازه از سوی ایران می توانند فصل تازه ای از همکاری ها را باز کنند. هدف نهایی ما حل تمام مسائل موجوده خواهد بود. در همین حال رضا نجفی نماینده ایران در آژانس جهانی نیروی هسته‌ای می گوید که
هدف از گفتگوهای ایران با آژانس دست یافتن به یک چارچوب اقدامات عملی بوده است. ایران پیشنهاد تازه ای را برای اقدامات عملی و همکاری با آژانس جهانی نیروی هسته‌ای به این آژانس ارائه کرده است. آژانس پیشنهاد و نظریه ایران را به گونه سهم سازنده پذیرفت. رضا نجفی می‌افزاید که این گفتگوها آغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌های دو جانبه بوده است. در همین حال دو طرف توافق کردند تا دور بعدی این گفتگوها را به روز 11 ماه نوامبر سال روان میلادی در تهران برگزار کنند. ایالات متحده آمریکا و شمار دیگری از کشورهای غربی به این باورند که ایران تحت پوشش برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای مشغول ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. اما مقام های ایران با رد این اتهامات بارها گفتند که برنامه های هسته‌ای این کشور تنها برای رفع نیازهای نیرویی و دیگر نیازهای صلح‌آمیز است. عمیق‌ترین تونل زیردریایی جهان که آسیا را با اروپا وصل می کند امروز در ترکیه افتتاح شد. این تونل خط آهن که از 11 کپسول ساخته شده است در عمق 60 متری تنگه بسفر قرار داده شده است. هزینه ساخت مرحله نخست این تونل 3 میلیارد دلار گفته شده است که گمان می رود با تکمیل مرحله دوم آن هزینه آن به 6 میلیارد دلار برسد. تا لحظات دیگر، برگزاری دومین نمایشگاه مالی و بانکداری در کابل. باز هم خوش آمدید. دومین نمایشگاه مالی و بانکداری برای حمایت مالی از متشبثین در کابل برگزار شد. مسئولان اتحادیه بانک‌های افغانستان میگویند که این نمایشگاه به هدف آشنا ساختن متشبثین با خدمات فوری بانکی، پرداخت‌های الکترونیکی و چگونگی روش‌های قرضه‌گیری برگزار شده است. با برگزاری نمایشگاه مالی و بانکداری که زیر نام دسترسی به تمویل مالی برگزار شده است، اتحادیه بانک‌های افغانستان امیدوار است زمینه دسترسی متشبثین را برای تمویل کاروبارشان فراهم سازد و آنان را با بانکداری بدون شعبه و تادیات فوری الکترونیکی آشنا سازد. این عمدتاً آشناسازی تمام متشبثین در عرصه‌های مختلف اقتصاد با خدمات بانکی است و اینکه چطور می‌توانند با کدام شرایط از بانک‌ها اینا تمویل بگیرند و اقتصاد و فعالیت خود پیش ببرند. از سوی هم سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل برگزاری چنین نمایشگاهی را در افزایش ظرفیت متشبثین در بخش مالی و تمویل سودمند می‌داند. آینده ای افغانستان در قابلیت افغانان نهفته است که چگونه می توانند برنامه های دراز مدت اقتصادیشان را طرح نمایند و ظرفیت تمویل اولویت های اقتصادیشان را ارتقا بخشند. نزموش دیده کنفرانس یو لوی هدف داده چه خپل بانکونه حمایت کو، بانکونه ترقی وکی او زموش خلق و بانکو بانده اعتماد پیدا کی ترسو دا پیسې راش بانکو ته او بانکونه بیا نور خلکو ته پورونه ورکي دا پیسې په کار وچول شي او د دې په نتیجه کې په وطن کې د کار زمینه ایجاد شي. در نمایشگاه مالی و بانکداری گذشته از بانک ها نهادهای کوچک قرضه دهنده عرضه کنندگان تجهیزات الکترونیکی و فناوری های اطلاعاتی نیز خدماتشان را برای دو روز به نمایش گذاشتند. گفتنی است که در کنار این نمایشگاه شماری از بازرگانان ساخته های دستی را نیز به نمایش گذاشتند. در پایان نگاه دوباره به چند خبر. معتصم آقا جان رئیس کمیته سیاسی طالبان میگوید گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان به زودی آغاز خواهد شد و وی از ملا عمر در این گفتگوها نمایندگی میکند. چهارمین نشست سه جانبه سران افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن برگزار شد. باراک اوباما از ابراز نظر در باره شنود مکالمات تلفنی شهروندان فرانسه، آلمان و اسپانیا خودداری کرد.
برنامه بعدی دومین برنامه از رشته برنامه های گفتگو با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است که با نادر نعیم نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری انجام شده است. ممنون از همراهی شما با این بخش خبرم.